با درودی مملو از مهر بر شما همیهنان ارجمندم در واپسین شب دیماه میهن در همه جای جهان با برنامه دیگری از سلسله برنامه شامگاهی صفحه یک میخوانیم و میکاویم آخرین خبرها و نظرها از روزنامه های امروز چهارشنبه سیوم دیماه ایرانی با مروری بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب باستاب گسترده اظهارات مکتوب علی ای به حسن روحانی که بدون تقدیر و تشکر صرفاً با هشدار و انذار تمام شده بود موجی از واکنش ها در کمپین های انتخاباتی ایران با یأس و بیم و امید در اردوگاه رد صلاحیت شدگان که چشم انتظار بررسی شکایت خود مانده اند فعل و انفعالات منطقی در راستای رفع مشکلات و تنش های دیپلماتیک پیش آمده میان دو کشور کلیدی منطقه ایران و عربستان با سفر نواز شریف به تهران اراخچی به جده و مقامی از چین که در راه به منطقه است در عرصه اقتصاد جهش ها و پرشها از جمله گذار بورس از بزنگاه ها با جهش هزار واحدی شاخص ها و آزاد شدن کشور به کشور پول های بلوک شده جمهوری اسلامی ایران این بار پول های بانک ملی ایران از آلمان و امروز در عرصه هنر ایران اظهار نارضایی یگانه آواز ایران زمین استاد محمد رضا شجریان از وضعیت حاصله در عرصه موسیقی ایران از جمله شش سال ممنوع کاری این هنرمند بیبدیل ایران زمین سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سیوم دی ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا آنگاه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت در برنامه امروز بررسی مطبوعات ایران نخواست میپردازم به خانش های مختلف یا به تعبیر اهالی فلسفه که قرائت های مختلف از پاسخ آیت الله علی خامنه ای به نامه حسن روحانی که در دو سوی روزنامه های کشور بسیار تلاش شد که وفق سیاست های رسانه ای حاکم در روزنامه های خود استنباط و استنتاج معنا کنند اما جاهایی چنان زهر کلام و نیش پیام آشکار بود که جز خوراک کیهان کاربرد دیگری نمیافت در این راستا کیهان مؤسسه مطبوعاتی وابسته به نهاد رهبری ایران این بخش از سخن خامنه ای را که گفته بود تعارف با طرف مقابل کم صداقتی است در واقع این رو تیتر استنباطی ها همون گونه که میبینید به نقل از علی خامنی نوشت که نادیده گرفتن هزینه های سنگین برجام بی صداقتی با ملت است که در همین یک سطر از دست نوشته خامنه ای که علاز ظاهر در پاسخ به نامه حسن روحانی که در آن از دستاورت های توافق هسته ای اشاره کرده بود کاملا می توان تنش های پشت پرده مخالف خانی ها و فرجام شکننده برجام از سوی های حاکم در ایران رو نیز رصد کرد ضمن آنکه به کارگیری واژه بی صداقتی با ملت میتواند تواند ای ترد و نیشی نرم به هاشمی باشد که در فردای پس از برجام نخواستین کسی بود که پیام تبریک فرستاده بود به علی خامنه ای چرا که پیشتر نیز خامنه ای به صاحبان تبریک شورید و تاخت که تبریک معنایی ندارد و یا روزنامه وطن امروز در حالی که دستی از علی خامنه ای را بسان امام اول شیعیان نشان میدهد که اصولان از نشان دادن همه سیمای فرد خودداری می کنند به فرمان و فتاوی و اوامر این فقیه حاکم بر ملت ایران نوشت که گشایش در معیشت مردم پیشه شود این در حالی است که در کمپ دیگر روزنامه های نزدیک به دولت همگی از اظهار خرسندی رهبر ایران خبر دادند که البته در متن نوشته ایشان این نکته و خرسندی مورد اشاره خیلی به چشم نمی در حالی که ترش روی و تندخویی بر رضایت مورد اشاره بیشتر به چشم میاید. ادامه می ادامه میده هم با نمونه های از روزنامه های امروز روزنامه های همچون اطلاعات که مشی میان روی داره و یا همینطور جمهوری اسلامی که به پیوند ارکان نظام فکر میکنه از ابراز خرسندی خامنی از عقب نشینی به زن وی دشمن رو تیتر برگزیدند البته روزنامه جوان و واسطه به ارگان نظامیان سپاه از عقب نشینی دشمنان مشهور ابراز خرسندی شده بود که این هم تا حدودی کمی تازگی داشت از سوی این روزنامه ولی روزنامه جامع جمع ارگان صدا و سیما از رهنمودهای خامنی به عنوان پنج فرمان پسا برجام یاد کرد ورق میزنیم و ادامه میدهیم با دیگر مطالب برگزیده از سایر روزنامه های امشب حضور نواز شریف در زمستان روابط پرتنش ایران و عربستان به عنوان میانجیگری آشکار توصیف شد چرا که مستقیم از ریاض به تهران آمد و این در حالی که عباس عراقچی برای شرکت در نشستی در واقع راهی جده در عربستان شد در این میان روزنامه ای ابتکار به عنوان ورود میانجی مسلمان به وی خوش آمد گفت در روزنامه روزان صریحا از پیام روشن میانجی نوشت که رابطه ریاض و تهران محور سفر نواز شریف است و اما قوقای رقابت ها در جناح‌های سیاسی ایران و موجی از اظهار نارضایتی های نمایندگان رد صلاحیت شده که با ارسال نامه‌های خواهان دادخواهی شدند از جمله روزنامه قانون، موضوع اصلی صفحه یک شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داد و خواستار توجه به مفاسد اقتصادی به جای موازه سیاسی شد جمعی از نمایندگان مجلس در نامه به دبیر شورای نگهبان خواستار آن شدند که فارغ از تمایلات سیاسی به عمل اقتصادی نامزدها توجه کنند به گزارش روزنامه قانون متن این پیام که به امضای وکلای مجلس از جمله قاضی غازی، نادر غازیپور، پزشکیان، نادران، مصباحی مقدم، علیرضا محجوب و حمید فولادگر که ترکیب از نماینده های دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب بودند رسیده از جمله اشاره کردند که در آستانه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات دهمین ده دوره مجلس لازم دانستیم به عنوان وکلای ملت تأکید نماییم که هیچ معروفی را اولاتر از قربالگری قوه مغنن از فساد و واکسینه نمودن آن در برابر این بیماری مهلک نمیدانیم این نمایندگان در ذکر مصادیق فساد از جمله به رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد اشاره کردند و نوشتند که توجه جنابالی رو به دریافت کنندگان کارت های بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل و قاضی معذول و قاسب مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی جلب می‌نماییم که نمونه ای از خروار است که منظورشان از قاضی معزول و قاسب همانا سعید مرتزوی است که مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی نیز بر عهده داشت و کارهایی کرد که کماکان پروندهاش مفتوش مفتوح است شوق برجامی و مدلسازی از این مکانیزم سیاسی همچنان مورد ستایش عرصه رسانه ها و ساکنان کوی سیاست در ایران است در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در یاد داشتی به عنوان ایران پرچمدار گفتگو در واقع پیگیر پیشنهاد حسن روحانی شد که گفته بود وقتی توانستیم چنین مشکل منطقه ای را حل کنیم پس می توانیم بسان, بسان, یک مدل در سایر حوزه ها نیز بهره گیری کنیم ایران ارگان دولت در ستون اول دفتر از جمله یادآور شد که مدل برجام الگوی جایگزین راه حل جنگی برای ایجاد ثبات در منطقه است اگر بگوییم لشکرکشی و راه حل نظامی مدل غربی آمریکایی در این چند دهه برای حل نظه های خاورمیانه بوده است میتوان گفت برجام و منطقه برد برد مدل ایرانی برای حل این منازعات است محمد علی وکیلی روزنامه‌نگار در ستون اول دفتر روزنامه ایران با اشاره به تنش‌های پیش آمده نتیجه گرفت که برجام میتواند الگو و الهامی برای حل منازعات و اختلافات داخلی هم باشد وقتی می توان موضوع کلان هستی را این چنین حل و رفع کرد حتما اگر سیاست داخلی هم یک تدبیر سیاسی ظریف داشته باشد نزاهای فرصت سوز داخلی قابل رفع خواهد بود که به کارگیری واژه ظریفم خود بود. از منظر ستون نویس روزنامه ایران که البته پیشتر در روزنامه ابتکار می نوشت. این شخص مدل برجام و منطق آن توان رسوب زدائی و رفع سائه تفاهم ها رو از منظر وی در حوزه داخلی دارد یکی از نقاطی که مدل برجام می تواند بران انگشت, انگشت نهد همین انتخابات پیش رو است قالیباف گفت احساس خطر میکنن بروز جدال بودجه در مدیریت شهری تهران روزنامه شهر با پوشش بخشی از گزارش حضور و ارائه بودجه قالیباف به شورای شهر تهران نوشت که شهردار تهران بودجه سال 95 شهرداری تهران رو دیروز زودتر از موعد به شورای شهر تهران تحویل داد و با وجود خبرهای خوش روزهای بعد لغو های خارجی قالیباف نگران محدودیت های احتمالی داخلی از سوی دولت و مجلس است و این نگرانی رو در سخنان خود در شورا ابراز کرد و گفت من احساس خطر جدی برای مدیریت شهری دارم و اگر اتفاقی که در برنامه ششم نوشته شده اجرایی شود دیگر وجود شهرداری و شورای شهر معنا ندارد و در آینده به پیشرفت کشور خسارات جبران ناپذیری وارد میکند باغر قالیباف به همراه معاونان خود بودجه 18800 میلیارد تومانی در واقع نوزده هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال 95 رو تحویل مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران داد. و باز روزنامه شرق اما موضوع اصلی را همچنان سیاسی انتخاباتیار است. و در گزارش به عنوان نامه های بایت الله از حجم نامه ها و دیدارهایی پرده کنار میزد که باید آیت الله جنتی دبیر, دبیر شورای نگهبان در واقع روزانه روانه می شود. هم نامه هم, هم اشخاص به گزارش روزنامه شرق نامه های وارده به احمد جنتی در حال زیاد شدن است از علی متحری تا جمعی از نمایندگان مجلس شاید تا امروز تعدادی دیگری هم به آن اضافه شده باشند این نامه نگاری ها جدایی از آماده شد هاییست که گفته می شود این روزها از بهارستان و پاستور و جاهای دیگر به سمت ساختمان شورای نگهبان در جریان است از منظر گزارشگر روزنامه شرق جالب ترین نوشته نامه است که تعدادی از نمایندگان مجلس نوشتن و خواستار آن شدن که در ماجراهای رد صلاحیت ها به جای تمرکز بر دعواهای سیاسی شورای نگهبان توجه خود را به دریافت کنندگان کارت های بهادار از معاون اول محبوس دولت قبل و قاضی معذور و قاسب مدیرعامل تامین اجتماعی که نمونه از خروار است جلب کند که البته باید نامه علی متحری و رایزنی های لاریجانی و روحانی و رحامی را هم به این ترافیک آماده شده سیاسی افزود که البته شاید احمد جنتی که هیچ توجه به مسائل ندارد چرا که به لحاظ ساختار انتخابات در ایران از نوعی تخلفات نظامی یافته رنج میبرد و عمدتا معطوف خواهد شد به فرامین و فتاوی شخص ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران و رقم میزنم ادامه میدهم با دیگر روزنامه ها روزنامه اعتماد در صفحه سیاست صفحه سوم شماره امروز با انتشار سرمقاله با عنوان درباره رد صلاحیت به آثار زیانبار حجم عظیم رد صلاحیت ها پرداخت تا جایی که اصل انتخابات را با ادامه این روند در ایران امری توهی شده تلقی می و و بر بیمفهوم شدن آن نیز اشاره نرم داشت علی شکوهی ستونویس نویس اعتماد معتقد بود که رد صلاحیت این همه نیروهای با سابقه و کارآمد آمد نه به سود نظام است و نه برای افکار مومی توجیح دارد و بنابراین بایستی در آن تجدید نظر کرد بر اساس این یادداشت گفته شده که از 54 نامزد حزب اعتماد ملی تنها یک نفر تایید شده حزب دیگر اصلاح یعنی مردم سالاری بیش از 60 چهره مورد قبول خود نامزد کرد ولی کمتر از ده نفر تایید صلاحیت شدند از یکصد نامزد مورد حمایت کارگزاران سازندگی هیچ یک تایید صلاحیت نشدند نامزدهای مورد حمایت انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها همگی رد صلاحیت شدند حزب اعتدال و توسعه طرفدار دولت در سراسر سر کشور از حدود 340 نفر برای نامزدی مجلس دعوت کرد ولی صلاحیت حدود 300 نفرشان احراز نشد و همچنین از تعداد 26 نامزد انجمن اسلامی جامعه پزشکی و 146 نامزد حزب اتحاد ملت ایران هیچ کس تایید نشد که است پرسابقه البته اما تا حدودی عجیب ادامه میده هم با دیگر روزنامه ها تعریف جرم سیاسی پس از سالیانی یعنی پس از 37 سال آیا به نتیجه خواهد رسید همان گونه که بیشین شما بینندگان آگاهی در جمهوری اسلامی رسما اعلام میکنند که زندانی سیاسی و یا مجرم سیاسی ندارند چرا که همه رو در واقع زندانیان امنیتی میخوانند مثلا یک روزنامه‌نگار منتقد آیت الله علی خامنه ای که به اصل ولایت فقیه یک مقاله انتقادی در گوشه از روزنامه بنویسد در واقع به زندان میبرند اما به اتهام جاسوسی برای استکبار و از این دست اتهامات برای کشندگان سیاسی که آنان را مجرمان امنیتی میخوانند و گاهی فقیه آمولی داری جانبی هیچ شرم و عبایی نیز میگوید ما حتی یک نفر زندانی سیاسی نداریم در دولت خاتمی نیز تلاش هایی صورت گرفت که به تناسب شرایط حال کنشگران سیاسی تعریفی تازه ارائه شود تفکیکی صورت پذیرد و حتی لایهه نیز به مجلس رفت ولی تون ها در آنگاه گاه حمله کردند و آن به محاق رفته بود در این راستا روزنامه نزدیک به تیف های همگی با مشی پشتیبانی از این تر امروز راهی طراحی بازار نشریات شهر شدن از جمله روزنامه اعتماد با اعلام تصویب کلیات طرح جرم سیاسی پس از 36 سال اعلام کرد که سیاسی ها تعریف شدن بر اساس این گزارش در تعریف جرم سیاسی این گونه اشاره شده که با انگیزه نقد عمل کرده حاکمیت یا کسب قدرت یا حفظ قدرت واقع شود بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصول بنیادین جمهوری اسلامی داشته باشد بر اساس گزارش بیشتر روزنامه های امروز حقوق متهمان سیاسی نیز از سایر زندانیان متفاوت خواهد بود از جمله آنکه مجزا بودن محل نگهداری عدم الزام برای پوشیدن لباس زندان و کار اجباری همینطور ممنوعیت دست بند زدن ممنوعیت بازداشت و حبس انفرادی و حق دسترسی به کتب و نشریات و تلویزیون البته به اینترنت اشاره نشد در این راستا روزنامه ای ایران ارگان دولت یادداشت دوی شماره امروز را به این موضوع اختصاص داد و در دفاع از این طرح مصوب در سر مقاله به عنوان گامی به سوی حقوق شهروندی از زبان شخصی با نام ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اصل 168 قانون اساسی ایران که تصریح دارد دادگاه جرائم سیاسی سی و مطبوعاتی بایستی علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود معتقد بود طرح نمایندگان مجلس که کلیاتش در جلسه دیروز تصویب شد ناظر بر احیای این اصل بعد از 37 سال است این مقام قضایی مجلس نشین در ادامه و در صورت تصویب نهایی طرح مذکور نتیجه گرفت که این طرح شروع خوبی خواهد بود تا زمینه برای احیای اصل 168 قانون اساسی فراهم شود چرا که این اصل از مصادیق بارز حقوق شهروندی است نویسنده ی روزنامه دولت در بخشی از این نوشتار نتیجه گرفت که در صورت تصویب نهایی و اجرای تر زمینه های اعمال فشارهای خارجی علیه ایران نیز از بین می رود. از منظر وی در حال حاضر از نهایی همین عدم تفکیک جرائم سیاسی از امنیتی و سایر جرم ها مورد اتهام هستیم که زندانی سیاسی سی در جمهوری اسلامی ایران زیاد است که به لحاظ نشانه شناسی می نشانه ای از توافقات پشت پرده هسته ای نیز باشد که در پی آن فشار این لایحه به مجلس رفت و کاری صورت خواهد گرفت <مزور> کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید با بررسی روزنامه های امروز ایران برجام و جام زهر همواره عنوانی بود که از آغاز این روزهای مذاکرات هستی از آن به عنوان دومین جام زهر در نظام جمهوری اسلامی از سوی نیروهای سیاسی یاد شد در واقع اولین برای علی خامنه قلمداد قلم گردید در هر روی پس از جام زهر معروف قطنامه 598 که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نوشید و چند سال پس از آن نیز درگذشت نفس به کارگیری جامع زهر حاوی دو معنای نهفته نه به ذهنم هست نقص نوعی تسلیم و عقب نشینی تو ان با مرگ و تغییر در ارکان نظام تلقی می شود و دوم همانا خط و ربط برامده از آن از سوی هاشمی رفسنجانی در واقع مرتبط می بینند درست در واقع در حال کنونی نیز میزان حجمه ها و نقد ها به هاشمی این بوی تحلیل رو به مشام مخاطبان می آورد در این میان روزنامه قانون در شماره امروز خود در یادداشت اصلی که به قلم داوود حشمتی منتشر کرد در عنوانی بحث برانگیز با این عنوان که برجام باعث خرسندی بود نه جام زهر به ارائه تحلیلی تازه در مقابل تندروها پرداخت از منظر داوود هشمتی آنها یعنی طیف تندروهای منتصب به درواپسان هیچ توافقی را خوب نمیدانند مگر توافقی که خود به دست آورده باشند در مدل ذهنی آنها حتی مذاکرات بیثمر و بیانیه خانیهای جلیلی ارزش و اهمیتی بیشتر از حصول توافق و برداشتن تحریم ها به دست ظریف و روحانی دارد تنها به این دلیل که به زنوه آنها قبیله گرا هستند و توان دیدن موفقیت را در دیگران ندارند نویسنده در پایان با اشاره به اظهار رضایت نسبی رهبری ایران از به اصطلاح عقب نشینی دشمن نتیجه گرفت که این پاسخ رضایت آمیز نامه خط بطلان بر روی تمام آن تحلیل هایی است که معتقد بود برجام همچون جام زهر است همان که رسائی و حاج منصور ارزی می گفتن. تا وقت هست بسیار مایلم به یکی دو روزنامه با مضمون اجتماعی زیست محیطی و سایر موضوعات نیز نظری بیاندازیم روز هوای پاک بود گویا علا رغم این مناسبت حکومت ساخته برای کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران همچنان دو روز است که مدارس در تهران تعطیل است در این روز ظریف وز وزیر خارجه با مترو سفر داخل شهری انجام داد و معصوم ابتکار رئیس سازمان محیط زیست کابینه روحانی نیز با تاکسی به سر کار رفت در حرکت نمادین برای تشویق شهروندان برای مشارکت در کاهش آلودگی هوا و روزنامه کارون صفحه یک شماره امروز رو به آسمان اهواز اختصاص داد و نوشت اهواز در روز هوای پاک خاکی بود در این گزارش اشاره شد که 137 روز هوای ناسالم و خطرناک سهم اهواز از امسال و حتی باران نیز آلوده است و خلاصه آزردگی اهالی هنر که از آغازین روزهای استقرار نظام فقها مورد آماج بیمهری بوده اند این بار ستاره سپهر موسیقی میهن یگانه آواز ایران زمین و استاد شجریان است که می نالد که چگونه بسان مرغ سهر به سکوت کشانده و نشانده جهان صنعت در شماره امروز استاد را صدر نشین گوشه ستون نخست نمود و به نقل از این هنرمند ماندگار میهن به گلایه نگاشت که شش سال است ممنوع کارم به امید رفع مسائب و مشکلات همه نیکان میهن وقت برنامه در همین مقال و مجال به پایان رسید همچون همه شب بیننده برنامه آن سوی خبر باشید که بلافاصله فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا آنگاه شامگاه خوش بدرود